از ادب مجددی دارم، در خدمت دکتر بامبان هستم و داریم به مسائلی که قرار بود صحبت بکنیم صحبت در این بخش میخواییم راجع به مسئله ارتش صحبت کنیم، ارتش شاهنشاهی و اینکه آیا دلایل سقوط رژیم ارتش بوده یا بخشیش از ارتش بوده یا خیر، و همینطور شخصیت‌های با ارزشی که ارتش ایران داشت و یا شخصیت‌هایی که چندان روشون نمیشه حساب کرد. ولی در خدمتتون هستم. تمام می‌کنم. آقای خوان، اگه به خاطرتون باشه در برنامه گذشته وقتی درباره ارتش صحبت می‌کردیم، درباره زیر ساختار و رو ساختار چند بار گفتیم که اصولاً ضعف از مدیریت بعد، از فرسودگی و فرتود بودن پیش میاد. یک بهانه نداره، یک دلیل نداره. سقوط رژیم هم با یک دلیل نبوده، دلایل مختلف داره. نظم از بی نظمی به وجود میاد. باز آفرین، نظم از بی نظمی. یاد این در فرهنگ در کشور ما به این فرهنگ توجه دارم به این صورت. اما در این مورد بخصوص که میخوام امروز صحبت کنم، که ادعی که فکر میکنن یا میگن ارتش به اصطلاح بخشی از این ضعف مثلا رژیم بوده است، به اون خواهیم پرداخت و یه اشاره های کلی هم خواهیم کرد. به طور کلی ما در ایران یک فرمانده کل قوا داشتیم. فرمانده کل قوا پادشاه است. دوران مختلف که در نظام رفته بود، مدارج مختلف رو طی کرده بود، البته خیلی راحت تر از نظامیان دیگر، ولی فرمانده کل قوا پادشاه بود. بعد از فرمانده کل قوا ارتش بودا میان. ما جمعا 18 ارتش بود در ایران داشتیم که در سالهای مختلف بعضیا زودتر بعضیا دیرتر این درجاتو گرفته بودن. جمعا 18 نفر بودن، یک نفرشون دریابود، دریابود برابر ارتش بود در نیروی دریایی که رسایی بود. خدمتتون عرض کنم از این 18 نفر همه برابر جنرال 4 ستاره امریکایی هستن. ما جنرال 5 ستاره نداشتیم. در امریکا فقط در زمان جنگ جنرال ها 5 ستاره میشن. در ایران هم چون جنگ پیش نیامده بود ما ارتش بود داشتیم. بعدن اگه چنین درجه پیش میاد نمیدونم چه می بود. اما ساختار ارتش ایران به طور کلی یک فرماندهی در دوران اولیه که محمد رضا شاه اومد سر قدرت یک شکل اروپا بود، یعنی یک فرماندهی ستاد نیروهای مشترک بود و 4 ارتش داشتیم. 4 ارتش، یک ارتش پشتیبانی بود، 3 در مرزهای مختلف شمال غرب و شرق و 18 لشکر داشتیم. بعد از وقایع 28 مرداد و اینا امریکایی‌ها اومدن شکل ارتش ایران رو گفتن بهتره عوض کنیم. دو کار کردن، یکی ساواک درست کردن که قبلا درباره اون صحبت کردیم که چجوری سرهنگ مید نامی اومد با 4 نفر دیگه ساواک درست کرد، یک سال مونده رفت، بعد موساد اومد کار رو ادامه داد. ولی ارتش و اینا گفتن با 7 اداره داشته باشیم، به جای 4 لشکری که ما داریم 7 اداره بکنیم. یک اداره پرسنل بود، 2 اداره اطلاعات و ضد اطلاعات بود، 3 آموزش بود، 4 تدارکات بود، 5 طرح و برنامه بود، 6 مخابرات بود، 7 مدیریت بود. این 7 اداره بود. ما دادرسی ارتش هم داشتیم به طور مجزا، اما اداره پرسنل یعنی اداره یکم، اداره اول بر این نظارت میکرد، فقط نظارت میکرد. یک اداره جغرافی ارتش هم داشتیم که اگر اشتباه نکنم در خیابان عباس آباد سابق بود، الان اسمش نمیدونم، اونجا عوض کردن، اینا بود. این شکل کلی بود. ولی وقتی که 7 اداره شد، ما اولین ارتش بودونم برای رئیس بزرگ ستاد ارتشداران از اونجا دست بودیم. اولین کسی که رئیس این ستاد شد، ستاد بزرگ ارتشداران شد، عبدالله خان هدایت بود، ارتش بود هدایت بود که از سپه بودی رسید به ارتش بودی. این هدایت کی بود؟ زمان قاجار وقتی که سردار سپه فرمانده نیرو کل قوا بود، فرمانده نیروهای ایران بود، اینو فرستاد به خدمتتون عرض کنم فرانسه، دانشکده پواتیه. اونجا توپخانه رو، رشته توپخانه رو دید، منتها در آخر هفته هم میرفت ادبیات فرانسه و زبان فرانسه میخوند. برگشتن تا به وزارت جنگ رسید، آخر عمری هم شده بود سناتور. این اولین رئیس ستاد جدید ما بود، یعنی وقتی که اداره 7 اداره داشتیم. مرد بسیار ارزنده‌ای بود، نظامی بود و این توانایی رو داشت که مستقیم با چه رضا، چون دوست رضا شاه هم بود، با شاه هم صحبت میکرد. من یک نمونه به شما بگم، چقدر مرد با قدرت بود. یک افسری رو، یک شخصی رو که در
رئیس شهربانی کرده بودن سابقا در ارتش بود، ایشون شناخت که و میدونست آدم صالحی نیست. همون موقع تلفن میزنه کاخ سعدآباد که من میام با به پادشاه بگیم باش کار دارم و چنین قدرتی داشت که صاف بره اونجا. رفت در ظرف چند دقیقه قانع کرد که این آدم ناصالحی، عوضش کنید و عوض کردن. آخر عمری هم یه چند ماهی رفت زندان برای اینکه دشمن زیاد داشت، گفتن اومده مساله ساختمانی که مال ستاد بوده دزده، یه 5-4 ماهی فرستادن زندان. بعد از عنایت الله خان هدایت که اول نفتش بوده ایران، دومین رئیس ستاد حجازی است. حجازی رو، امیر حسین حجازی رو کمتر مردم میشناسن، برای اینکه آرامتر بود، زیاد مثل هدایت شناخته شده نبود و زندگی خوبی هم نداشت. آخر عمری خودش رو کشت، یک مشکل پیش اومده بود در خانوادهش و داماد ناصالحی داشت و دخترش اذیت میکرد، اینا به خاطر مسائل خانوادگی خودش رو کشت. بعد از حجازی ما میبینیم حسین منوچهری که بهرام آریاناس میاد میشه رئیس ستاد. بهرام آریانا اون موقعی که حسین منوچهری بود در جنگ جهانی دوم این طرفدار آلمان ها بود، آلمانوفیل بود. وقتی که متفقین اومدن ایران اینو تبعیدش کردن به عراق. یه عده دیگر هم البته که آلمانوفیل بودن تبعید کردن، من جمله مثلا شریف مامی هم جزو یکی از این افراد بود. آریانا در زمان مصدق سفیر ایران در فرانسه بود، در همون موقع تز دکتراشو در دانشکده سوربن تموم کرد، فرانسه رو خوب میدونست، چند کتاب پدافند برای ارتش فرانسه نوشته در مورد توپخانه، چندین کتاب هم برای ایران نوشته. در زمان ایشون بود که در منطقه شیراز قشقایی‌ها ناآرامی ایجاد کردن که این رفت نیرو فرستاد، این ناآرامی رو موقع اصلاحات زمین‌ها شده بودن تقسیم کرده بودن، قشقایی‌ها ناآرامی و یاغیگری می‌کردن. فرمانده شیراز عوض کرد، یک نظامی رو فرستاد و رهرم رو فرستاد اونجا. خلاصه خودش هم خیلی علاقه به ناپلیون داشت و گاهی اوقات میگفتن بیش از حد این علاقه طوریه که اصلا خودش گاهی احساس میکنه ناپلیون. بعد از بهرام آریانا سپهبد فریدون جم که فرد بسیار لایق بود که درباره اون امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد، این اومد رئیس ستاد بزرگ ارتشدارا شد. بعد از جمع هم ازهاری بود که ازهاری تحصیلاشو در امریکا تموم کرده بود، وقتی برگشت به ایران فرمانده سبزوار بود، فرمانده لشکر کرمان بود، لشکر سبزوار بود، فرمانده لشکر یکم بود، مدتی هم فرمانده دانشکده جنگ بود. آدم زیاد لایقی نبود که یه دستخطی دارم از ارتش با جنگ درباره ایشون که براتون خواهم خود. آخرین فرمانده رئیس ستاد کل ارتشداران هم عباس قراباغی بود که درباره اونم صحبت خواهیم کرد. اما امروز بیشتر درباره ارتش با جنگ صحبت میکنیم. پدر ارتش با جنگ مدیر الملک محمود جنگ چهارمین نخست وزیر رضا شاه است و وزیر دربارش هم بوده مدت طولانی. ایشون اصالتا خانواده جم مال کرمانن و اومدن تبریز ساکن شدن، مهاجرت کردن. در تبریز چون زندگی بهتری بود، در تبریز پدر ایشون در 1258 به دنیا اومد، تحصیلاتش اونجا ادامه داد، با یک شخصی به نام دکتر کوپن آشنا شد. دکتر کوپن هم یه داروخانه دولتی در قاجارها یه کار خوبی میکردن در اون زمان، داروخانه‌های دولتی داشتن، یعنی مردمی که بی‌بضاعت بودن میتونستن برن داروخانه‌های دولتی، در تمام شهرهای بزرگ بود، هم معالجه میشدن هم داروی مجانی میگرفتن. دکتر کوپن، حالا این شخص فرانسوی در تبریز، دکتر ولیعهد هم بود و محمود جم در اونجا کار میکرد. چون در اونجا کار میکرد با ایشون زبان فرانسه رو از ایشون یاد گرفت و به تشویق ایشون بعد از اینکه پولی جمع کرد رفت فرانسه، در فرانسه دوره مترجمی دید، زبان فرانسه رو خوند، برگشت اومد ایران، رفت اداره قله کار میکرد یه مدتی. ببخشید، قبل از اداره قله مترجم سفارت فرانسه بود و مشاور سفیر هم بود، برای اینکه هم با اروپایی‌ها رو میشناخت هم فرهنگ ما رو خوب آشنا بود. مرد صادق و بسیار با درستی هم بود و مورد توجه فرانسوی ها بود. در اون موقع با میرزا عباس‌خان نواب که منشی سفارت انگلیس بود آشنا میشه، دختر ایشون رو خواستگاری میکنه که مادر فریدون جم باشه. بعدن ایشون به مرور وارد کار دولتی میشه، اداره قله کار میکنه که یکی از مهمترین ادارات بود. میدونیم ما ایران به عنوان کشور کشاورزی تا سال 1134-35 اصلا از بیرون گندم وارد نمی کردیم. در اون سال چون کشاورزای ما اومدن سربار شدن، 200,000 نفرشون اومدن در ارتش، در نتیجه کمبود کشاورز داشتیم و مجبور شدیم از بیرون گندم وارد کنیم. در کابینه سید ضیاء وزیر خارجه بود در 1921، یعنی 4 سال قبل از اینکه پهلوی بیاد سر کار. و وقتی با سید ضیاء آشنا میشه وارد کمیته آهن میشه. کمیته آهن یک تشکیلاتی بود که سید ضیاء درست کرده بود
در اصفهان، خودش اهل شیراز بود منتها در اصفهان درست کرده بود. این کمیته آهن قصدشون این بود که رجال مملکت رو طوری به اصطلاح آموزش بدن که نگهبان و نگهدارنده رژیم باشه در مقابل نیروهای بیگانه. همه کسان شناخته شده وقت در این کمیته آهن بودن. بعدش هم یه مدتی معروف شد کمیته زرگنده، چون خونه سید ضیا زرگنده بود. البته بعدش هم همین زندان ایوینی که هست زمینش مال سید ضیا بود که در دوران رژیم پیشین ازش گرفتن و زندان ایوین رو درست کردن و غیره. میبخشید اجازه میفرمایید. خدا فرمان خواهش میکنم استاد اگه میشه تصویرشون. بله خدمتتون عرض کنم. بعد در کابینه مشیر دوله وزیر مالیه شد یه مدتی، یه چند مدتی. بعد وقتی سردار سپه اومد دیگه نخست وزیر شد، این وارد همون کابینه شد با همون رتبه وزیر مالی و تا زمانی که سردار سپه اومد شد رضا شاه این سمت رو حفظ کرد، تا خل خاندان قاجار ایشون اون سمت رو حفظ کردن. بعد اولین نخست وزیر رضا شاه فروغی وقتی دولت تشکیل داد، فروغی همون زکالمرغ که وقتی اومد طرف کمی پیش صحبت میکردیم قاجارا که میومدن پهلوی میشدن اسامیشون عوض میکردن، زکالمرغ شد فروغی. در کابینه ایشون پست وزارت داخله رو گرفت. اتفاقات مهمی که در دوران نخست وزیر ایشون پیش اومد که میخوام بهش بگم، و دوران به اصطلاح زمانی که ایشون وزیر دربار بودن، این بود که امریکا روابطش با ایران با روابطش با امریکا قطع کرد. به وزیر مختار ایران توهین شده بود و وزیر مختار در حد سفیر بود. وقتی به ایشون توهین شده بود ایران درخواست کرد که امریکا معذرت بخواد. امریکا این کارو نکرد. محمود جم گفت شما بهترین به امریکا بگین، امریکا با کاری با امریکا نداریم، ولی اگر قدرت نشون بدیم و روابطتون رو قطع کنیم، انگلیس و فرانسه، روس و فرانسه فکر میکنن که ما این از موزه محکمی داریم صحبت میکنیم. همین چیز هم شد. وقتی که روابط رو قطع کردن، امریکا با معذرت خواهی و پوزش و دادن امتیازات و اینا با دوباره روابطشون رو اصطلاح اینا در زمان رضا شاه رضا شاه همون مال شخصی بودش که این در اینجا بخود تیکت رانندگی بهش داده بودن. بله 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 به صفی تیکت رانندگی داده بودن و رضا شاه خورقش تعیین شده. بله بله البته محمود جم بهشون این خبر رو داده بود. مسئله دوم پیمان سعدآباد. پیمان سعدآباد اهمیت داره برای اینکه اون موقع عراق که تازه استقلال یافته بود پادشاهی بود، ترکیه، ایران و افغانستان تصمیم میگیرن یک پیمان نظامی با هم درست کنن. بر پایه همون پیمان نظامی است که سالها بعد ما میبینیم پیمان بغداد شکل میگیره و بر پایه پیمان بغداد پیمان سعدآباد، پیمان سنتو. این پیمان سعدآباد در واقع نیروهای کشورهای چهار کشور مسلمان در برابر کمونیسم بود که فکری بود که انگلیس به اصطلاح ترویج کرد و رضا شاه هم اینو برداشت کرد و تونست این کارو انجام بده. مسئله دیگه مشکلات مرزی بود که با پیمان سعدآباد که فرمودید عکسی ما مثل که داشتیم. بله بله داشتیم. میفرمودید حالا پیدا میکنم. بله بعد از پیمان سعدآباد یه مسئله پیش اومد که مدت‌ها ایران و افغانستان سر این رودخانه هیرمند با هم دیگه مشکل داشتن. برای اینکه اگر بله این عکس پیمان سعدآباد، اونم که کاغذ دستشه پدر فریدون جم محمود جم. بله خدمتتون عرض کنم وقتی که مشکلات مرزی بین ایران و افغانستان پیش اومد، برای داوری از 1310 تا 1317 ایران با افغانستان مشکل داشت. هر وقت آبیاری بارون زیاد می اومد رودخانه پر آب میشد، این دهاتی با هم دیگه کاری نداشتن، ولی وقتی که آب کم میشد زد و خورد می پرداختن. بالاخره ایران در سال 1313 یا 1314 دعوت کرد که از ترکیه یه نفر بیاد برای داوری. اونا فخرالدین پاشا رو فرستادن. فخرالدین پاشا یک نظامی بود که در جنگ‌های یونان و ترکیه شرکت کرده بود، با 60 نفر از آنتوراژش اومد ایران. بعد از اینکه خوردن و خوابیدن مدتی در تهران رفتن سر مرز و نشستن، بالاخره به نفع افغانستان رأی دادن. ما امیدوار بودیم به نفع ایران رأی بدن و این باعث شد که 160 فرسخ از خاک کشور ما جدا شد که شامل 65 تا ده هم بود و آسیب بزرگی بود. البته این 160 فرسخ رو بعد ما کم کم پس گرفتیم، یه مقدارشو ولی یه مقدارشو نتونستیم پس بگیریم. مطالب مسئله دیگه که در دوره همین مدیر الملک محمود جم پدر فریدون جم در ایران اتفاق افتاد، مسئله کشف حجاب بود. بله ایشون محمود جم است. بله کشف حجاب بود و
برداشتن کلاه پهلوی. کلاه پهلوی رو به زور از مردم گرفتن، کلاه لبدار رو گفتن باید همه این به اصطلاح کلاه رو بذارن. این مورد دوم بود. یک چیزی هم که حتما میخوام بگم کمتر باش صحبت بشه، مرگ این نصرت الله فیروزه. نصرت الله فیروز یک سیاستمدار قاجار بود و این عامل انگلیس بود و خیلی انگلیسی ها سعی میکردن که روی احمدشاه نفوذ کنه که احمدشاه بیاد یک قراردادی با انگلیسی ها ببنده، معروف به قرارداد 1919، که اگر جنگی میشه انگلستان اجازه داشته باشه به حمایت ایران نیرو در ایران پیاده کنه. احمدشاه گفت من این قرارداد رو به هیچ وجه امضا نمیکنم. ولی محرمانه نصرت الله فیروز با انگلستان که صحبت کرده بود یک قراری گذاشته بودن که احمدشاه بیارن به انگلستان با جورج پنجم دیدار کنه، در مسیر راه اونقدر اینو نرمش کنن تا روزی که دیدار پیش میاد این مسئله مطرح بشه. احمدشاه خیلی مرد قرصی بود، برعکس اونی که در تاریخ میبینیم که آدم ضعیفی بهش نشون میده. این گفت من میام ولی این کارو انجام نمیدم. 60,000 لیره نصرت الله فیروز اون زمان گرفته بود که در حسابش در انگلستان ریخته بودن. و شبی که میرسن به انگلستان که روز بعد دیداره با پادشاه انگلستان، نصرت الله فیروز میگه اگر شما این قرارداد امضا نکنید یا درباره این صحبت نکنید، پایان دوران قاجاره. ایشنا میگه ما 140 سال قاجار سر قدرت، هر وقت زور داشتیم که اومدن دستبوس ما، هر وقت زور نداشتیم به ما اچاف کردن. و من احمدشاه هیچ وقت این قراردادی رو با انگلستان امضا نمی کنم، دربارش هم صحبت نمی کنم. اونا گفتن پس حکومتتون عوض میشه. گفت عوض میشه. من هیچ وقت زیر بار این خیانت نمیرم. این که گذشت، احمدشاه هم رفت و نصرت الله فیروز موند در به کار سر کار آوردن رضا شاه دستی داشت، کمک کرده بود چون آدم انگلیسی بود. بعد از یه مدتی رضا شاه گفت پس این ماجرا چیه؟ احمد جان گفت این 60,000 لیره گرفته. گفت خب اولا پولش رو ازش پس بگیریم. بلافاصله 60,000 لیره رو پس میگیرن، دادگاهیش میکنن، تبیدش میکنن. مادرش خب دختر مظفرالدین شاه بود، آدم پرقدرتی بود. در تبید کشته میشه، میکشنش، یعنی دولت اونو نابودش میکنه. ولی این اومدن الان بزرگش کردن، احتمالاً هم پزشک احمدی به دستور سرپاس مختاری اینو کشته، نمیدونم، چنین شایع است، ولی بالاخره یکی کشته اینا. الان اومدن بزرگش کردن که این مرد بسیار وطن پرستی بوده، رضا شاه کشته. نخیر، اگرم رضا شاه اینو کشته کار خوبی کرده، چون این خائن به مملکت بود. مسئله دیگه ای که کمتر باش درباره صحبت میشه و در این دوره محمود جم مربوطه، ماجرای سردار اسد بختیاری است. سردار اسد بختیاری که از دوستان رضا شاه هم بود و در سر کار آوردن رضا شاه هم نقش مهمی داشت در گرفتن تهران و قزوین و غیره، این میشه رئیس سپاه، سپاه ایران، سپاه ارتش ایران. و تا حالا نگفتن چرا اینو زندان کشن. کردن نه زندان کردن چرا اصلا رفت زندان. میدونیم در زندان کشتن، ولی چرا رفت زندان نرفت. ماجرا به این صورته. افشارنامی که حاکم اصفهان بود، استاندار حالا به اون صورت اصفهان بود، والی اصفهان بود، یه روز صبح تلفن میزنه به دربار به سعدآباد که من یک کار فوری دارم و باید بیام پادشاه ببینم. رضا شاه خیلی زود بیدار میشد، 3:30 صبح بیدار میشد، صبحانه میخورد، چهار کاراشو شروع میکرد انجام دادن. اونجا وقتی به رضا شاه میگم بیاد، اگه با من کار فوری داره بیاد، ولی من ساعت 5 طرف شمال حرکت میکنم. این خودشو میرسونه به رضا شاه به تهران، میگه که داستان به این صورته. میگه 40 نفر از افراد بختیاری در یک منطقه‌ای که بین تهران و شمال، اینا میرفت روز بعد با رضا شاه میرفت شمال، در یک محل بخصوصی اونجا منتظرن که ماشین تو به گله ببندن و این کارو سردار اسد کرده و میخواد کودتای کرده باشه. این میگه پس تو برگرد به اصفهان و فردا برو اداره و به روتم نیاری مسئله رو، چه اینم میشه. روز بعد که با سردار اسد میرن، سردار اسد ماشین عقبی بود، یه 20 دقیقه مونده که برسن به اون محل مخصوصی که برای تیراندازه باشن. قبلا هم چنین شده بود که از شمال یه هنگ اومده بود، از ایران هم قبل از حرکت رضا شاه یه هنگ از این ور رفته بود، محل رو درست شناسایی کرده بودن، 40 نفر رو گرفته بودن که میخواستن این کارو بکنن. و خب سردار اسد هم ناراحت در اون وضع نشسته بود. اینا شروع میکنن با هم پاسور بازی کردن، خبر میاد که گرفتیم اینا رو. این برمیگرده به سردار اسد میگه تو دیگه چرا، من تو رو آوردم به اینجا رسوندم. و از اونجا دیگه سردار اسد میره زندان و که در زندان مسمومش میکنن و با آمپول و غیره میکشن اونجا. ولی اینی که خواسته بود چنین کاری بکنه احتمال زیاده، چون همون دوره است که میدونیم سرگرد محسن جهانسوز میخواد کودتا کنه، در همون دوره است که یکی از شاهزادگان قاجار رو میخوان برگردونن به وقتی رضا شاه میخواد بره، یعنی میخواستن رضا شاه رو از اون مقام به اصطلاح که داشت به اصطلاح
بردارم. محمود جم بعد از اینکه وزیر دربار میشه در آشنایی و آوردن فوجیه برای عروسی با رضا شاه نقشی داشته، برای این 5 سال هم سفیر ایران در مصر میشه، مدتی هم وزیر جنگ میشه. یه روزم به رضا شاه میگم بابا من اهل جنگ نیستم، منو یه جای پستی بهتر پیدا کن. میگه ایتالیا رو دوست داره، میگاره میگه سفیر ایتالیا، مدتی میفته سفیر ایتالیا، آخر عمرم میشه سناتور. اما پسر ایشون فریدون جم یکی از بهترین و برجسته ترین و افسران نمونه ارتش دوران شاهنشاهیه. ایشون از سن کودکی میخواستن برن نظامیگری رو یاد بگیرن و با اجازه پدرشون میرن فرانسه. در امتحان ورودی به مدرسه سنسیر فرانسه اول میشن، 400 نفر شرکت کرده بودن، ایشون اول میشن. البته 3 دانشگاه بزرگ نظامی در دنیا هست، که وست پوینت امریکا هست، یکی سنت هرست انگلستانه و یکی سنسیر فرانسه هست. در سنسیر ایشون رفته بودن و در بعد از اینکه دوران تموم میکنه، دولت فرانسه دعوت میکنه که در هنگ 42 خدمت کنه. هنگ 42 یکی از واحدهای برجسته ارتش فرانسه هست که همیشه خط اول جبهه هست. البته ایشون هم میخواد بره اونجا، ولی از تهران فرمانی میاد که زود خودتو برسون به تهران. ایشون هم وقتی میاد تهران، رضا شاه از این خیلی خوشش میاد، پسر خیلی اینو خیلی نظامی خوبی میدونست، برای دخترش انتخاب میکنه، با شمس بالازر شمس ازدواج میکنه. البته ازدواج مصلحتی است. و بعد ایشون هم وقتی که رضا شاه فوت میکنن میرن و ایشون هم باهاشون میره جوهانسبورگ، میره جزیره موریس، میره با فریدون جم با ایشون بودن. و وقتی هم که رضا شاه فوت میکنه دیگه اینا اصلا دیگه جدا میشن. اما فریدون جم در ایران دوره های ستاد رو میبینه، دوره به اصطلاح فرماندهی ارتش یکم و دوم رو میبینه، فرماندهی دانشگاه جنگ رو میبینه، تمام این قسمت هایی که یک نظامی عالی رتبه باید طی بکنه طی میکنه. ماجرایی هست در چند موردی هست در مورد فریدون جم که میخوام بگم و تضادی که با این رهبریت فرمانده کل قوا داشت، این بود یکی مسئله بحرینه. بحرین رو در سالها بود که در ایران به ذهن مردم فرو کرده بودن که این استان 14 ماست. استان 14 رو در مجله‌ای بود به نام خاک خون در اونجا نوشته میشد، شاهرخ شاهی نامی بود که مال پانیرانیستا بود، روزنامه اطلاعات دائمی نوشته استان 14 استان 14، مردم عادت کرده بودن استان 14. وقتی که دیگه شرایط کمی عوض میشه و یک مانورایی هم بود به نام مانور میدلینک که یعنی مانورای ارتباط مدیترانه که بین انگلستان، امریکا و نیروی دریایی ایران در خلیج فارس انجام میگرفت. و این مانورا برای این بود که اگر بحرین که استان 14 بنا بود بشه مورد حمله جایی باشه، این نیروها سلاح به حمایت اینا بیان. در اون شرایط پادشاه میگه که به سازمان ملل رجوع کنن مردم اونجا که اینجا میخوان مال ایران باشه، به ایران بپیوندن یا استقلال میخوان. از خوانین سنی بحرین میان ایران تمنا میکنن، خواهش میکنن که آقا ما به شما میپیوندیم، اصلا این مسئله به سازمان ملل نبرین. ولی چنین نمیشه و برای اینکه وجهی داشته باشن، در وجه جهانی داشته باشن، پادشاه میگن خب اینو مطرح کنید و مطرح میکنن در سازمان ملل. تعداد کم میخوان به ایران بپیوندن، اکثریت استقلال میخوان. روزی که استقلال به بحرین داده میشه، یه دهی جمع شده بودن با پادشاه صحبت میکردن، تبریک میگفتن که عجب شما کار بزرگی کردید، چه این و چنان. فریدون جم اونجا وایساده بود، برمیگردن به ایشون میگن که شما چرا حرفی نمیزنید؟ میگه ما نظامی حرفی برای گفتن نداریم. میگه که خب بالاخره به عنوان یک انسان یه حرفی که میتونید بزنید. ایشون میگه بله، اگر باید حرفی بزنم چه حقی دارین که بخشی از مملکتمون رو بدیم به یکی دیگه؟ پادشاه برمیگردن به ایشون میگن شما به کلی مزخرف صحبت میکنید. این نوشته در شماره 40 رهاورد هست، الان به دست فریدون خود جم هستش. یک مطلب دیگه هم که میخوام باز بلبل شما ناراحت میشن از فریدون جم و اینا. یک مطلبی هم که فریدون جم با بقیه نظامی ها داشت، تنشی داشت، این بود که میگفت از چاپلوسی بعدش میومد و از اغراق بعدش میومد. خیلی آدم درستکاری بود. اون موقع ما رادارهای هاگو خریده بودیم، هر کدوم 2 میلیون دلار که اینا رو گرم میکردن، 2 هفته بعد تمام خط مرزی ما رو زیر نظر داشت، هواپیماهای ما میپریدن، نمیدونم هواپیمای دشمن نیاد، اینا خیلی در این باره در
مجلات می نوشتن و در تلویزیون و اخبار بود. همون موقع مرزبانی قدیم با دوربین معمولی میبینه هی هواپیمای عراقی میان تو خاک ایران میرن، این برمیداره گزارش میده به ارتش، مرزبانی به ارتش گزارش میده، ارتش هم اینو به اطلاعات و ضد اطلاعات خبر میده، ضد اطلاعات هم بلاخص یعنی نامه تهیه میکنه میاره پیش فریدون جمع. ایشون همیشه نامه های دولتی هم با خط سبز مینوشتن، نامه های معمولی رو با خط سیاه، ولی نامه های دولتی. وقتی اینو میخونه خیلی عصبانی میشه، میگه ما میلیون ها دلار خرج کردیم برای این رادار و هواپیما و اینا، این همه هم هارتوپورت میکنیم، هواپیما عراقی میان خاک ما میرن، پس نیروی هوایی چه غلطی میکند؟ البته من با ادب مینویسم، یه چیز دیگه نوشته بود، میگه چه غلطی میکند و با خط سبز اونجا مینویسه که تنش ایجاد میاد بین نیروی هوایی و نیروی زمینی. نمونه این تنش به این صورت هست که یکی از روزهای پنجشنبه هفته، یکی از روزهای هفته پنجشنبه ها عمرا جمع می‌شدن در ستاد، هر سه نیرو دریایی، هوایی، زمینی، و با هم تبادل نظر می‌کردن. در این تبادل نظر بعد رئیس ستاد میومد با اینا صحبت می‌کرد و اینا می‌رفتن. فریدون جمع تازه شده بود، ارتش بود، ارتش بود خاتم 18 ماه بود که درجه ارتش بود گرفته بود، و اتفاقا در اون جمع که اینا صحبت می‌کردن، فریدون جمع از اتاقش خارج میشه، میاد از اتاق ستاد میاد به اصطلاح میون نظامی ها. یک نعمت الله وقار سپه بود، نعمت الله وقاری بود که بهایی بود، اتفاق ادامش کردن تو این رژیم، از همه کهن سالتر بود، این خبردار میده، خبردار میده. خب یه ارتش بودم در سالان در سال پشتر پشته هستش، خاتم عصبانی میشه، میگه تیمسار وقار ما اینجا هستیم، یعنی این چه حرفی، چه کاری بود شما کردین خبردار دادین؟ برای ارتش بود خبردار نمیدن، که جمعی دو سه ثانیه اونجا وامیسه برمیگرده به اتاقش، ولی میره پیش پادشاه، چون فرمانده کل قوا بود، ایشون یه نامه صادر میکنه، ابلاغ میکنه از طرف فرمانده کل قوا که ارشد ارتش بودها رئیس ستاد همیشه ارشد تره، یعنی طرف ایشونو میگیره، طرف ارتش بود جمع رو میگیره. ماجرای دیگه که در دوران ایشون اتفاق افتاد ماجرای اروند روده. ماجرای اروند رود از 1937 که این مسئله پیش اومد، انگلیسی اومدن خط تالوگ رو کشیدن بین اروندرود یا شط العرب، دو قسمت کردن، نیمش مال ایران نیمش مال عراق، البته قسمتی که جزیره میاندوا به آبادان هست اون یکم بیشتر به ایران افتاد. تا زمانی که پادشاهی در اونجا بود مسئله نبود، بعد پادشاهو میکشن و ولیعهدو میکشن، نوری سعید به اون وضع میکشن، بعد عبدالکریم قاسم و پسر عموش و تنها کسی کمتر اذیت کرد ایرانی ها را عارف بود، ولی حسن البک که اومد سر کار دیگه اولتیماتوم داد، گفت که من از فردا اگه یک کشتی ایرانی وارد اینجا بشه و ناخداهای ما اینا راهنمایی نکنن 95 کیلومتر اون خط من راهو میادم، نه تنها راهم توقیف میکنم، هم خدمه رو هم اینا. پادشاه در کشور نبودن، البته تنش بود در میان عراق و اینا، عراق و ایران تنش بود، متأ به این حد نرسیده بود. بهرام آریانا هم که ارتش بود، اون موقع اگر اشتباه نکنم یا ترکیه بود یا رفته بود پاکستان برای دیدار سنتو، در کشور نبود. جانشین ستاد بهرام آریانا بود، نه خیر، جانشین ستاد سپه بود، فریدون جمع بود. ایشون طبق پروتکلی که داشتن سه لشکر رو میارن اونجا سر مرز، میذارن توپخانه ها رو میارن، میزنن، هواپیما میاد و دو کشتی ایرانی با اسکورت ایرانی میاد تو، کشتی ابوعلی سینا میاد تو و کشتی ایران فرا، این دوتا میان، اولی 1300 تنی دوباره 950 تنی میان و عراقی از سرشون هیچی نمی کنن. ماجرا به اینجا ختم میشه، منتها تنش هست. پادشاه وقتی برمیگرده دو سه روز بعد در فرودگاه بهش اطلاع میدن چنین چیزی شده، ما این کارو کردیم و میگه خب من بیا ببینم، اتاق جنگ داشتن در ستاد، اتاق جنگ بود، میاد اتاق جنگ، اونجا جواد قرباقی بود، صفحات جواد قرباقی که برادر همین عباس قرب، برادر بزرگترشه، اینا یه برادر کوچیکترم داشتن که تو جنگ کشته شد، تو با کردام جنگید کشته شد. جواد قرباقی بود که صفحات بود، کریملو بود، صفحات رزوانی بود، هوشنگ حاتم، صفحات هوشنگ حاتم بود، اینا اونجا بودن. گزارشو به شاه میدم و شاه خیلی خوشش میاد از این برنامه، و در نتیجه دو روز سه روز بعدم که بهرام آریانا برمیگرده، ایشونو میگه بازنشسته و سپه بود فریدون جمع با درجه ارتش بودی میشه رئیس ستاد بزرگ ارتش داران. چرا آریانا رو؟ آریانا تو کشور نبود اون موقع،
بعد آریانا به جای اینکه کاری انجام بده فقط وقتی اومده بود از اون حرفا گفته بود که 26 ساعت میریم بغداد و میگیریم از این حرفا، در حد تخیلات بود، ولی این کارشو درست انجام داده بود. بعد از این ماجرا، این ماجرا اینجا تموم نمیشه، پادشاه روسا دعوت میکنن به مسکو، در مسکو یه مهمانی میدن، پادگورنی از برژنف از در اون مهمانی تشکر میکنن از ایران که عاقلانه رفتار کرده، جنگ نکرده با عراق، چون همونجور که پیمان سنتو ایران با انگلیس داشت و امریکا داشت، اونا هم یک پیمان نظامی با روسا داشتن، عراق یه پیمان نظامی با روسا داشت، اگه جنگ میشد خب مسئله پیچیده میشد. و در اون مهمانی هم پادشاه تشکر میکنه از روسا که مهمانی داده بودن و خودش هم یه مهمانی متقابل انجام میده که از ایران حرف مای 330 با خورد و خوراک و خاویار و غیره میاد، یه مهمانی خیلی بزرگ و برامشه یک کشور عربی دیگه، یک کشور مسلمان دیگه، دو کشور مسلمان رو آشتی بده که میرن الجزیره و قرارداد الجزیره به اون صورت بسته میشه. در دوران جنگ تحمیلی که واقعا تحمیلی بود اون 8 ساله، ما میبینیم که بعضی از نظامیای ما وقتی که میرفتن میومدن اروپا، چه حالا مستقیم غیر مستقیم، میومدن پیش ارتش رو جمع و نظریه میخواستن در اینجا چیکار کنن و ایشون هم در حد امکان میداد و حرفایشون اهمیت داشت، طوری که در چرا جمع اینقدر محبوب بوده؟ جمع محبوب مردم بود و نظامیان بود، زیاد مورد نظر پادشاه نبود، برای اینکه حرفشو محکم میزد، این اهل تملق نبود، چاپلوس نبود، رضا شاه اینو دوست داشت برای اینکه بله ایشون فریدون جمع هستن، خیلی حرفشو رک میزد و قاطع. و خدمتتون عرض کنم فرانسویان در موارد دیگه تا 1991-92 هنوز که ایشون 77-8 سالش بود، هنوز خیلی پیر نشده بود، می اومدن پیشش، نه درباره ایران، درباره دنیا، مسئله نظامی، یعنی آدم بسیار آگاهی بوده. بله بسیار آگاه، بسیار آگاه از نظر نظامی. خدمتتون عرض کنم یه مورد دیگه هم در همون جنگ ایران عراق که پیش اومد و مردانگی اینو نشون داد، یک کشور عربی که حالا اسمی بریم اومدن به ایشون رجوع کردن، گفتن ما پول هنگفتی به شخص شما میدیم، اطلاعات میدیم، اسلحه میدیم، از طریق خارج گواتر به شما اسلحه میرسونیم بر سیستان بلوچستان و کمک میکنیم پادگان خش، پیپ، بند، اسپکر رو خلصلاح کنید و از ایلات اونجای که ایلات سنی که اونجا هستن ما شما رو همکاری میکنیم، با این ایلات حمله کنید به سیستان و سیستان و بلوچستان رو بگیرین، اگه این دو استان رو بگیرین فشار روی دولت ایران خواهد بود. و کدوم دولت؟ دولت پهلوی یا؟ بله دیگه، زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق. بله میگفتن اگه شما این کار انجام بدین، عراق چون سر مرز که شمال غرب و غرب در حال جنگه، مجبور ایران نیروهاشو بیاره این ور کشور، یعنی درست 180 درجه این ور. و این باعث میشه که موفقیت ارتش صدام حسین در مرز بیشتر باشه، چون تمرکزش اونجا میشه. ایشون به اون کسی که پیام آورده بود که یک ایرانی بود، ایرانی افغانی بود، حالا هست در قید حیات این ورا میاد اینجا میره لس آنجلس اینا میاد میره، به اون میگه که بریم بگین که اولا من از یک کشور بیگانه هیچ وقت پول نمیگیرم که علیه کشورم انجام بدم، یک دو من از خود ایرانیان بیام بگن الان برو از پشت به کشورم جب حمله کن، این کارو نمیکنم، سه من اگر هم من یه نفری بودم که چنین کاری میکردم دو تا استانو میگرفتم، اینا بعد از 6 ماه میان اون دو تا استانو داغون میکنن، یعنی این کار منطقی نیست. در مورد کمپ هایی که بعد از انقلاب هم درست شد، در کمپی که در ترکیه درست شد، بهرام آریانا درست کرده بود و نظامی ها اونجا جمع شده بودن، این رو مسخره میدونست. یا وقتی که تیمسار ناظم اومد به رضایی حمله کرد با یه کسانی پولی داده بودن، و اونم گفت اینا بی خودی این کارا رو میکنن و باعث کشتن یه ده از ایرانی ها میشن، چه از اونایی که حمله کردن چه از اونایی مردم اونجا که چینن بود، اشتباه زیاد بود. در مورد بختیارم ایشون ببینم من الان متوجه شدم این نظامی ها و آریانا اینا که در ترکیه فرمودید، آریانا در ترکیه بود، آریانا میره ترکیه چون همکلاسی هاش چه موقع؟ بعد از انقلاب. بعد از انقلاب اون وقت مسئله ای که عنوان فرمودید که بهش پول میدادن که در ایران انقلاب بکنه، قبل از انقلاب بوده یا بعد از انقلاب بوده؟ بعد از انقلاب، وقتی که دو تا علم مطلب برای من پرسیدم پهلوی و در زمان پهلوی وقتی که جنگ ایران و عراق به اصطلاح در زمان انقلاب، بعد از انقلاب وقتی جنگ ایران 8 ساله جنگ ایران و عراق شروع میشه، وسط های جنگ رجوع میکنن به فریدون جم، در واقع عربستان سعودی رجوع میکنه به فریدون جم، میگه من به تو پول میدم شما برو این چند تا پادگانی که گفتم خدمتتون عرض کردم، خاشو پیپو بنتو با اسپکر رو بگیر،
دیگه خل سلاح میشه منطقه بلوچستان، بعد حمله کن به سیستان، من کمک نظام بهت میکنم، پول میدم، شما ادامه بده این مسئله رو. ایشون که گفتن اصلا قبول نمیکنه. ماجرای دیگر که در اون زمان اتفاق افتاد و این مردود میدونست، دو تا حادثه بود. آریانا میره ترکیه، اونجا سر مرز قسمت شمال غربی ایران، یه چند نفری هم میرن باش، یه عده داوطلب میرن، یه عده با پول میرن اونجا، 6 تا خونه به اینا میدن و اینا ارتش آزاد ایران رو درست میکنن که برن به ایران حمله کنن. دلیلش که این درست که امریکای این کار رو انجام داده بودن، دلیلش این بوده که اون نظامیایی که در اون موقع حاکم بر ترکیه بودن از همدوره های سابق همین آریانا بودن، آشنا بودن بهش، اینو داده بودن، گفتم شما اینجا مشغول بشین، ولی چیزی نبود، چیز جدی نبود. و دیدیم هم واقعا هیچ کاری انجام نشد. همزمان تیمسان ناظم نامی بود که مجزا از یک کشور دیگه پول گرفته بود که به ایران حمله کنه، که حمله میکنه به رضاییه، که اونجا اونم به جز کشته شدن یه ده کار دیگه انجام نمیگیره. فریدون جنب با اینجور بچه بازی ها زیاد رابطه نداشت، نه مرد خیلی حسابگر بود. در مورد 37 روز بختیار هم ایشون اصولا با بختیار زیاد ارتباطی نداشت. البته رستم امیر بختیار پسرموش رو میشناخت، خیلی با اون دوست بود. من یادم وقتی که بختیار اومده بود فرانسه، دنبال این بود و سر شاپور ریپورتر، امیر رستم بختیار یه روز تلفن میزنه به من، گفت که میتونی آدرس دقیقه اینا رو، تلفن خصوصی اینا رو پیدا کنی، که من مال شاپور ریپورتر نتونستم پیدا کنم، مال ایشونو پیدا کردم، منتها اینا هماهنگی نداشتن با هم دیگه، یعنی در مورد به اصطلاح در مورد همکاری چیزی انجام نگرفت. یک 6 میلیون دلاری هم البته بعد به عربستان سعودی به امیرستان بختیار داد که به شاپور بختیار دادن. البته از اون پول 2 میلیون رو بهش دادن، 4 میلیون برای مصارف دیگه بود. یه ساعت طلا هم دادن که وقتی که بویر احمدی اینا کشتن امیر شاپور بختیار، اون ساعت هم از دستش در آورده بودن. ارتش بود فریدون جم اصلا با تسلیم شدن ارتش که در روزهای آخر دیدیمون نامه کذایی نوشتن خیلی مخالف بود. ایشون میگفت که ارتش یک بدنه ایست که باید فرمان اجرا کنه، یک بدنه ای نیست که باید تصمیم بگیره. حالا ما در یک زمانی قرار گرفتیم که فرمانده کل قوا، همسرشون، فرزندشون که پادشاه باشن در کشور نیستن، از کشور رفتن. ارتش بدون سرپرست مونده، اینه فرمانده کل قوا نیست. فرمانی هم که فرمانده کل قوا صادر کرده چیه؟ خون از دماغ کسی نیاد، کسی آسیب نبینه. خب این فرمان رو صادر کرده برای عباس قره‌باغی که رئیس ستاد بزرگ ارتشدارانه، اینم باید فرمانش رو اجرا کنه، درسته؟ این نظامی جمع شدن در یک جایی، الان میگن چیکار کنیم؟ واقعا نمیدونن چیکار کنن. نه دستوری هم نبود، نه نخست وزیر، نخست وزیر بود که کاری بتونه انجام کنه. پادشاهم که از کشور رفته بود میگفت، یک ویدیویی هست که خودم دیدم که علازت در صحبت میکنن، میگن شما میخواییم به ایران برگردون که هرچی خدا بخواد. آخه فرمانده کل قوا نباید بگه هرچی خدا بخواد، شما بالاخره گذاشتین اومدین. اینجا یک مسئله پیچیده پیش میاد که ارتشیان رو نباید محکوم کرد در این موقع، نباید بگیم اینا خودسرانه باید عمل میکردن، اینا تابع قوانین بودن. چیزی که میشه محکوم کرد اینه که اون کاغذ رو نباید امضا میکردن. اون نامه رو چرا امضا کردن؟ نامه رو داریم امضا شوالا نشون میدن. اون نامه رو چرا امضا کردن؟ برای اینکه گفتن ممکنه بختیار قصد این داره که اعلام جمهوری کنه. قصد بختیار چه قصدی میتونه داشته باشه برای اعلام جمهوری؟ نه سرباز داشت، نه پاسبان داشت، نه ارتشی داشت که بتونه کار سیاسی انجام بده. این نظامی اومدن این کاغذ رو اعلام کردن. این کاغذ فقط همین بوده، بدون سر کاغذ، بدون هیچ چیزی. سر کاغذ هستش، ولی قسمت بالاش نوشته برای اینی که خونریزی بیشتر نباشه ارتش تصمیم گرفته که به پادگان‌ها برگرده و ولی تصمیم سیاسی گرفت. حالا بدترین مسئله اینه که ارتش بود شفقت، چی؟ سپه بود شفقت که خودش عضو دولته، در همین جلسه هست و این کاغذ رو امضا میکنه، البته بعد رو امضاش خط میکشه. شما اصلا ببینید ارتش نباید چنین کاغذی رو امضا کنه. این یاغیگریه، این یاغیگریه. ممکنه ارتش نتونسته کاری انجام بده یا فرمانده کلشون رفته، ولی اینا اگر فرمان درست بود اینا برمیگشتن سر کار پادگاناشون. وقت مردمی که اومدن خیابون میرن ارتش وجود نداره، خب معلومه که چنین میشه. درست. حالا من یک نامه‌ای دارم اینجا خدمت به دستخط مرحوم فریدون جمعه که به
تیمسال معتمدی نوشته. معتمدی فرمانده لشکر زرهی قزوین بود خدمتتون عرض کنم. و این کپیه یا اصل؟ این کپیه، اصلشو نگفته. این کپیه، این کپیه مال 5 ژانویه 1991. خدمتتون عرض کنم سوالای مختلفی مطرح کرده تیمسال معتمدی. اونشون هم اینجور فوت کردن قبل از انقلابشون بازنشسته میشن، میرن شرکت نفت، یک گارد شرکت نفت درست میکنن 2000 نفر برای حفاظت از چیزای شرکت نفت. ایشون اینجا میگه متاسفانه همیشه میدیدم که آدم داریم، پول داریم، فهم و توانایی داریم و میتوانیم ارتش نیرومند به وجود آوریم، ولی در نخستین روز، از نخستین روز تا آخرین روز خدمت در ارتش همیشه سرم به سنگ خورد و با گوش کر، چشم نابینا و فکر سطحی و ظاهربین برخورد کردم که عمر را بی ثمر تلف شده میدانم، برای اینکه هر کاری که میکرد جلوشو میگرفتن. بعد دو تا موضوع سوال کردن تیمسال معتمدی و دیگر نظامیانی که اینجا بودن. میگه دو مطلبی رو مطرح فرمودید و خواستید توضیحی در این مورد برایتان بنویسم که معمایی برایتان نماند. یکی از آنها انتخاب سپه بود اظهاری، اون موقع در اون موقع سپه بود بودن، به جانشینی ستاد بزرگ ارتشداران. این توضیح کوچک بدم، ما یه رئیس ستاد بزرگ ارتشداران داریم، یک جانشین داریم. جانشین اصلا دخالتی به کار رئیس ستاد بزرگ نداره. رئیس ستاد بزرگ ارتشداران دو تا معاون داره، یه معاونش همیشه از نیروی زمینی چون تعداد نفرات نیروی زمینی بزرگتره، یکیش از هوایی یا دریاییه. اگر به هر دلیلی رئیس بزرگ ارتشداران، ستاد بزرگ ارتشداران از بین بره، مریض بشه، اینا جانشین قدرت رو به دست میگیره. حالا اینجا خط اولش هم افتاده، میگه پس از چند روز علازت به من فرمودن چه کسی را برای جانشینی پیشنهاد میکنید. به عرض رساندم ستاد بزرگ ارتشداران در واقع دستگاه فرماندهی شخص علازت است و بدیهی است که رئیس و جانشین این دستگاه را خود علازت باید انتخاب فرمایند که بدانند میتوانند برای علازت کمک باشند و اوامر و نیت فرماندهی کل را درست پیاده کنند و برای اجرای دستورات و اوامر اجرای اوامر باشند. برای من فرق نمی کند، هر کس مورد اعتماد علازت باشد برای من خوب است، زیرا در واقع جانشین کمک من نخواهد بود، بلکه در غیاب من به هر دلیلی که باشد باید کمک علازت باشد. به این ترتیب من کسی رو پیشنهاد نکردم و یه تا روزی که تیمسار ارتش بود عظیمی، این فرمانده نیروی زمینی بود یه موقع، که در آن وقت جنرال آجودان و رئیس سرای نظامی بودند، به من مراجعه فرمودند تیمسار، یعنی به ارتش بود جمع میگن، توقع دارم سپهبد ازهاری را که در بازنشستگی است به خدمت برگردانید و در محل جهان جانشینی بگمارید. اینجا باید ذکر کنم که سالها ارتش بود عظیمی فرمانده نیروی زمینی و به من محبت فوق‌العاده داشتند و همراه بسیاری در مشاغل مختلف، به ویژه در فرماندهی دانشگاه افسری، فرماندهی پادگان‌های آذربایجان، تبریز، مراغه، رضایی، خانه و در سمت‌های سازماندهی پژوهشی. بعد که توضیح داده این کماندن سازمان پژوهش‌های سازمان پژوهشی و ارزیابی‌ها کامبت کماند گفته می‌شد، یک سال فرمانده اینا بوده است. میگه به تیمسار عزیزی گفتم برای اینکه بدانید من قدر محبت‌های شما رو میدانم، نظرتون رو اینا به عرض علازت میرسانم، نه نظر موافق میدهم و نه نظر مخالف. به همین ترتیبم عمل کردم. وقتی نظر تیمسار عزیزی رو به عرض علازت رساندم، فرمودن اظهاری در فرماندهی ارتش یکم خیلی بی‌عرضگی نشان داده است و حالا بازنشسته است. بعد اینجا یه خط اولش افتاده، بعد میگه به هر صورت چون وعده کردم نظرات ایشان را به عرض رساندم، امر همایون نیست. پس از مدتی فکر علازت فرمودن بسیار خوب، او را برگردانید بگمارید که عمل کند. بعد میگه چجوری خودش از ارتش پادشاه عصبانی میشن و بیرون میکنن اینا از فرماندهی. بعد میگه اثاری موتی و محف نظر علازت بود و چنانکه 8 مدت 8 و 9 سال در این سمت باقی ماند و علازت آخر هم فرموده بودن عاقبت رئیس ستادی رو که میخواستن پیدا کردن. من شخصا اثاری رو نمیپسندیدم و برایش ارزش قائل نبودم و متاسفانه بیشتر افسران ما، بلخص عمرا، حالا دیگه نمیخوام بگم چی گفته بود که راجب اعزاری و دیگران. بعد در قسمت آخر نامه باز به صورت شکایت میگه که لابد شنیده اید که در روزهای آخر، روزهای بحرانی، برای عهدهداری وزارت جنگ برگزیده شدم. هرچه خواستم رد کنم نشد، به تهران رفتم، به حضور علازت رسیدم، عرض کردم
اصلا وزارت جنگ در ایران معنی ندارد، هیچ کدام از وظایفش را عهده‌دار نیست و تمام مسئولیت‌ها را هم دارد. آیا تصمیم گرفته ای که وزیر جنگ را اختیارات بدهید؟ چون می‌خواست اینو وزیر جنگ کنند. فرماندن یعنی چی؟ می‌خوای فرمانده کل قوا بشی؟ عرض کردم حال که اعلیحضرت از ایران تشریف می‌برند، دولت باید نیروهای مسلح را به کار برد و دولت هم به کمک وزیر جنگ این کار را می‌کند. فرمودند خیر، وزیر جنگ همان است که بوده، یعنی بانک سپر، روغن ورامین، دامپروری ارتش و یه چیز دیگه که حالا من عرض کردم که پس من به لندن برمیگردم. یک چنین نظام ها در اینجا یک مسئله، اینا خط خود دیمزاره. حالا آیا هوا یک مطلب اینجا پیش میاد. بله. ما اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم، به تاریخ ایران نگاه کنیم، در این 2500 ساله تعداد عمرا، سران ارتش، ارتشبدان، سالاران ارتش و غیره که کشته شدن در جنگ و یا حالا به هر صورتی به اندازه ای نیست که در این یک سال دو سال اول انقلاب به جوخه اعدام سپرده شدن. این لیستش اینجاست، حالا من وارد این لیست نمیخوام بشم. حالا اینجا دو تا دیدگاه هست، یکی دیدگاه اینه که یه عده میگن که خب این رژیم اینا رو اعدام کرد و اگر اعدام نمیکرد این سوال پیش میومد، اگر این جنگ پیش اومده بود این نظامیانی که دیگه میدیدن رژیم پیشین دیگه از بین رفته، رژیم به اصطلاح سلطنتی وجود نداره، در خدمت این ارتش باقی میموندن، ارتش جمهوری اسلامی، و با عراق میجنگیدن و نتیجه چه میشد؟ نتیجه این میشد که جنگ 8 ساله به جای 8 سال 2 یا 3 سال بیشتر نباشه، برای اینکه ارتش عراق چیزی نبود در مقابل ارتش ایران. یک دو من به جای اینکه 1 میلیون کشته بشن شاید 5 تا 6 هزار نفر بیشتر نمیوردن و چنین به این صورت ارتشم به اصطلاح خسارت مالی و کشورم تحمل نمیکرد. 8 سال هم جنگ بیهوده نمیشد. یه عده‌ای از نظامیا میگن فرمانده کل قوا از ایران رفته بود، پس همه گناهام سر این رژیم فعلی است که اینا رو اعدام کرده. این بالاخره دشمنه. ولی فرمانده ما در کشور نبود. شما هرمی رو در نظر بگیرید، یک اداره رو در نظر بگیرید، رئیس نداره. این بحث هنوزم هست در اونایی که موافق و مخالف این مسئله هست. من این لیست رو که الان شما دارید دستم نگاه کردم، دیدم 7 صفحه است و هر صفحه 30 تا اسمه. یعنی البته همه نیست، این همه لیست نیست. تا اینجاش من میبینم مثلا یه چیزی حدود 250 نفر رو از سرهنگا و سرتیبا و سرلشکر و سپه بود رو که این یک لیست کوچکتره. ولی این مسئله خیلی اهمیت داره که اگر اینا رو نمی‌کشتن، اینا هم در خدمت ارتش میتونستن بجنگن و اون تجربه جنگی که 4-5 سال اول بود ما با کشتن و کشته شدن به دست آوردیم، خسارت مالی رو، همه این کمبوداری که الان داریم نمی داشتیم و جنگ زودتر تمام می شد. لازم نبود جام شکران جام زهر رو بنوشن آقای خمینی. و حالا این دید هست دیگه، الان نظامی، برخی از نظامی ها صدا حرفشون در نمیاد، حرفی نمی زنن، ولی میگن ما بدون فرمانده مونده بودیم. این قابل بحثه و باید درباره این بدون اینکه کسی احساساتی بخواد به خرج بده باید این مسئله رو بررسی کنه. خب اینا هم گناهکارن که به این صورت اینا رو اعدام کردن. چون هر ببینید یک داستانی هست در داستانای زبان پالی چینی هست که میگه یک نفر خوشبختی و بدبختی همیشه با همه، میگه یک نفر در یک خدای خوشبختی در یه نفر رو میزنه، در رو باز میکنن، میگه شما کی هستی؟ میگه من خدای خوشبختی. میگه بیا تو. دو روز دیگه یکی در میزنه با لباس قیافه بد و لباس پاره پوره، میگه تو کی هستی؟ میگه من خدای بدبختی ام. میگه تو راه نمیدم. میگه نمیتونی راه ندی، هر کی خوشبختی داری بدبختی هم باش میاد. یعنی هر چیزی یک جانبه نیست. بس. هیچ حکومت یک ابدین ابد نیست. بالاخره در یه جایی که تموم بشه اونجا آن چنان که تموم کردن همون چنان هم به سراغش خواهد اومد. اوه. پس یه سوالم میخوام مطرح بکنم و بعد بریم. در کتابی که چند سالی است به چاپ رسیده و زندگی و روزگار شاه را بیان می‌کند، در بخشی از کتاب نوشته شده که سازمان کوک ساخته و پرداخته اداره دوم ارتش بود و تشکیلاتی بود به مانند ساواک. آیا این ادعا صحت دارد؟ نخیر. چون راجع به ارتش صحبت می‌کردیم فکر کنم. نخیر، این ادعا اشتباس نویسنده کتابم منابعش اشتباس
حتی اشتباه در چیزم نوشته شده، اون ایرانی کام اشتباه نوشته شده، ایشون شاید از اونجا برداشتن. کوک هیچ ارتباطی به رکن دو نداشت، وزارت اطلاعات و ضد اطلاعات نداشت، هیچ ارتباطی هم به سواک نداشت. آشنایی داشتن ولی اینا اصلا درست اصلا دشمن هم دیگه بودن. در ایرانیکا فرمودید این مطلب نوشته شده؟ بله از اونجا هم یه مقدار برداشته، ولی این کتاب اون آقای نویسنده است، حالا اسمش رو اگه بخوایم بگین هیچ مشکل نیست چون اشتباه نوشتن. بانی کوک دکتر مهیمن بود. جالب صحبت که می‌کردیم، ما اسم دو تا ارتش بود اینجا بردیم، عنایت الله خان هدایت و حسین حجازی، هر دوی اینا رؤسای اول و دوم شاخه نظامی کوک بودن، یعنی در زم که در ارتش بودن در شاخه نظام بودن. سازمان کوک یک سازمان وطن پرست و به اصطلاح ناسیونالیستی بود که بهش بی‌توجهی شد مثل خیلی چیزهای دیگه و مهیمن هم از کشور رفت و در سوئیس وفات یافت. محمد رضا شاه پهلوی سه کتاب داد بیرون، مأموریت برای وطنم، رضا شاه کبیر و پاسخ به تاریخ. بله. در پاسخ به تاریخ ما انتظار داشتیم که وجود اومدن یا پدیده جمهوری اسلامی رو توضیح بدن. چرا توضیح ندادن؟ توضیح ندادن به این صورت که مطالبی نوشتن، منتها بیشتر جنبه احساسی داره و بیشتر جنبه به اصطلاح رویدادها رو بیان کردن، ولی اون نشکافتن اونجوری که برای که محقق لازمه که بدونه این معما از کجا سرچشمه گرفت و چجوری شد و اون موزاییک کامل نیست، خیلی ناقصه، چون خیلی چیزا رو ایشون حتما میدونستن. این موزاییک کامل نیست. مثلا در این کتابایی که فرمودین، در کتاب مأموریت برای وطنم که خیلی سال پیش، من یادم شاید 1961 نوشته شده، یادم نیست ولی همون سالا بود، کتابای جی بی هم در ایران که اگه به خاطرتون باشه اونام چاپ کردن، 6 تومن هم بود یادم، 6 تا 1 تومنی. در اون کتاب مفصلا زیرساختار فکری جامعه رو بیان کرده بود که هدفش چیه و ادامه میداد اون مطالب رو. ولی در این کتاب، حالا شاید بیماری ایشون بوده باشه، شاید اونایی که نوت برداری میکردن کامل نکردن، یا یه چیزای دیگه نوشته است در یه زمانهای دیگه باید اصطلاح در بیاد نمیدونم، ولی این کتاب پاسخ به تاریخ نیست. بله. متاسفانه نیست. ببینید برای خوندن جالبه ولی همون. در جامعه الان هم خیلی کسا هستن که خبر دارن و میدونن که مهره ها در اون روزگار واقعی چه شکلی بازی کردند و سرچشمه تمام این معضلاتی که ما داشتیم چی بودش، ولی جلو نمیان و نمیگن. ببینید یه روز فکر کنم با هم صحبت میکردیم، فکر رو اگر عادت بدیم به چیزی که بدونه چه چیزاری ندونه بهتره. شما یک نفر میخواد از رودخونه رد بشه، اگر نتونه رد بشه با این قایق رد بشه، میگه این قایق چقدر خوبه، ولی اگه تمام اون قایق رو زیر بغلش بگیره که چین قایق خوبه تو بیابونم بخواد بره، این بار سنگینی میکنه. یه چیزایی رو باید در یه زمانهای گذشت و حرکت کرد رفت جلو. شما اگر مثلا داستانیست که کوروش کبیر رو وقتی با ماساژات ها میجنگید با یک تیری زدن که این تیر زهرآگین بود، حالا البته چنین بوده است ولی حالا دقیقاً که کسی نمیدونه، داستان 2000 میگه این موقع که اینا داشتن مداوا میخواستن بکنن چون از زهر مرد، چون کارل لمب نویسنده امریکایی در هاروارد درس میداد، این میگه که سه روز این تشنه بود، حسن تشنگی همیشه از زهره، میگه همه رفته بودن ببینن کی این تیرو زده، یکی برمیگرده بابا اون تیرو ولش کنید کی زده، اول بیاین اینو مداواش بکنید. ما الان باید اون دلایل و اون راه چاره‌ای که میتونه مشکل مداوا کنه پیدا کنیم، بعد برگردیم به تعداد ستارگان چقدره. یه بیماری که روی تخت بیمارستان منتظر داروه، اگه تمام اسامی ستارگان آسمون رو بدونم به دردش نمیخوره اون موقع. جناب بابا مثل همیشه ازتون متشکرم، نمیدونم چه شکلی تشکر بکنم، بسیار بسیار آموختم، خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی ازتون ممنونم. خانوم ها آقایان، من که خیلی بهره گرفتم، امید دارم که شما هم راضی بوده باشید. تا برنامه دیگری، به نام خداوند جان و خرد.